چه خبر شد به استولا شهر خر؟ اگه یاد باشه 1000 تومان به اون بدهکار بودی، درسته؟ بر منکریش لعنت، اما من که همه ماه نزولشم دادم. اما از امروز به بعد دیگه چاره ای نداری، یا باید بدهی تو همین الان اخ کنی، یا اینکه نه اینجوری صحبت نکن. تو که میدونی تا دیروز که 40 زنم بود و دست از کار کشیده بودم و خونه نشینی شده بودم، امروز رسم کار شدم، گردنم هم از مو باریک تری، نه تنها بدهی تو میدم بلکه نزولشو تا سنار آخرش بید. اما دیگه خیلی دیر شده. نه نه این دیگه نامردیه. هم میدونین من فرش زیر پامم فروختم و خرج مریضی زنم کردم، دیگه آخ در بساط ندارم، همین یه گاری مونده و اسبشم البته مونده برام. زیادی در حرف میزنه آقا داداش. آره از حالا به بعد گاریش مال ما میشه. بیا پای داریم نا بی همین اونجا ندارم، به مهلت بدین، من که مالم بدون خواب میدم. حالا که این طور شد من که پول ندارم، زور جو دارم بیا بیده بون خوش مال من نفسی تر موقعیتی شد اینجام جورمونی شد. بدبخت با شما باید همینطوری رفتار کرده، بیچاره پولتو میخواستی حالا بیا یه خود از این کاها بخور تا حالت جا بیاد. آخ پدر نامو، آخ من پدر یه بچم چرا میدنی، چرا منو میدنی؟ آخ باید ببخشی که نتونستم کاری برات انجام بدن، طبق قانون گاریت متعلق به این دو نفره. چون اونا طلبکارن و ازت چک و سفته دارن. ولی حق با توی سرکار جون، فیلن که شانس به ما پشت کرده و روشو به اینا کرده. خب خدا کریمه، ناراحت نشو. خدا حافظ سرکار جون. خدا حافظ. خدا حافظ آقایم، خدا حافظ. خدا. خب حیوان آدم تر از آدم ها. دار ندارم که ازم رفت، فقط تو برام مونده بودی، تو رم از دستم گرفتم. هر کی پولش بیشتره برد با اونه. اینطوری به من نگاه نکن، دلم خون میشه. دافیز عزیزم منو کج کلاخان داره میادش مهد دیوان رفت. سلام علیکم کج کلاخان. سلام، شنیدم گاریتم از دستت گرفتم. ای 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 آره ماما، حالا چیز میدی لازم داری؟ چی بگم، چیز که لازم دارم اما بده کارم و روم سیاه. عیب نداره خدا کریمه، درستانی بدهید به من هنوز به 100 تومنم نرسیده. پس معلوم میشه 100 تومن بیشتر محل نیسی ندارم. خیلی خوب، حسنی رو میفرستم یه خورده پنیر و نخود لوبیا بش بده بیاره. درسته که یه خورده دست و بالم بنده، اما آدم بد حسابی نیستم به خدا. از من خیالت بد باشه، اما همین الان شفتر نجور خود اینجا بود. میگو برگ جلب تو از داسترا گرفته و در به در داره دومالت میگرده. فعلا که بد بیاری واسه ما نهار بازار. خب خدا حافظ. مهمان خدا. تفلی هر چی داشت و نداشت برو خردی دوادمون زنش کرد. اما آخریش هم به رحمت خدا رفت. آخ الهی نور به قبرش بباره. آخرین دفعه که دیدمش 40 روز پیش بود، درست 5 شبانه روز بود که داشت درد میکشید. اون روز لبخندی به هم زد و گفت نترس کچ کلا، تنهات نمیزد. حیف که عجل سر وقتش اومده بود و نمیتونست به قولش وفا کنه. اما اگه اون رفت عوضش برام یه کسی رو گذاشت که جای خالی اونو پر کنه. حیف که طلبکارا نمیذارن آب خوش از گلون پایین بره. این صفا بخواب سرکم، بخواب نازنین. شیر پاک خورده دیروز فرشی زیر پامونم بردم. خوب شدیم شب زود خواب رفتی پسرم، اگه نه نمیدونستم با چه رویی باید بهت میگفتم گاریمم از دستم در آوردم. خدا میدونه که این نوبت خودمه که بندازنم تو هلوپتونی. بالاخره میخوای چی کار کنی پسرم؟ نمیدونم مادرم، تو این شهر دیگه عرصه بهم تنگ اومده.
گاهی به سرم میزنه پاشم برم رای تهرون بشم و اونجا یه کاری برای خودم دست پا کنم. تهرون؟ آره مادر تهرون. پسرم تو شهر خودت کاری از دستت بر نمیاد، اون وقت تو یه شهر غریب میخوای بری چی کار بکنی؟ این وقت شب کسی رو نداری؟ شما اون پاش باشی سرکار ممکنه ببینه تو. بله بله بله. کیه؟ سلام کج کلاخان، مهمون نمیخواین؟ مهمونی چرا، اما انگار بوی مهمون نمیاد، یه بوی دیگه میادش. مگه از خودت شک داری جان من از میخوای؟ آره آخه تو طلبکاری و من بدهکار. درستانی امروز مش محمد بقال یه چیزایی میگفت، میگفت که تو میخوای هنه کسی این پشته؟ سلام کج کلاخان، خبری شده سر کارخان؟ راستش من روسیام کج کلاخان، اینا رفتن شهر و برگ جلب تو رو گرفتن. منم واسه گرفتاری تو رو میدونم، اما خب دیگه المامور و معذور، کاری از دستم بر نمیاد. آره اما حالا یا باید بیای بیرون و پول منو بدی، یا باید بری تو هول افتونی آب خنک میل بکنی. بله خیلی خب، داد نزنم سایه ها بیدار میشن. یه دقیقه صبری بکن برم از مادرم و بچم خداحافظی کنم و برگردم. بی رحمه خدا، شنیدی مادر؟ اما تو که میدونی من خیال خوردن پول این جماعتو ندارم، اما میبینی که هیچ مهلتی بهم نمیدن، هیچ راهی ندارم جز این که همین الان فلینگو ببندم و برم تهرون. اونجا شهر بزرگیه، کسی با هم کاری نداره. خوشبخت بده میاد بیرون بابا جون. میاد مادر به قربونه، بذار یه دفعه دیگه ببینم. باش خدافز، قربونه برم، من رفتم. منو بی خبر نداری؟ ببین پسرم و دست تو میسپرم. مطمئن باش عزیزم، قربونه برم الهی. ده سرخور جوگه فکری بکن، دریبش کن، داخل شو. من حق ندارم داخل خونش بشم. حالا که اینطوره من خودم درو با میکنم. توف اون روزیه، توف به غیرت و مردونگی سیاه، تو پسرم از شهر خودش، از دیار خودش فراری دادی. توف و یابوم رو بردن، دیرن داد و لحاف روم رو بردن. بردن بابا، خوردن چی رو بردن، چی رو بردن؟ ایتو و اتو و اتو و شد چطور شد؟ مال و منال چپاو شد، چپاو شد، در هم و بر هم شده این زمونه، زمونه کر کره باسم میخونه، در هم و بر هم شده این زمونه، زمونه کر کره باسم میخونه. هوار هوار بردن دار و ندار ما را، برای ما گذاشتن فقط باده هوا را. اومیای همومی فرش و غالی جمع را بردن، دیدن تنم را بریدن، کت و شلوارم را بردن. پیرهن تنه، کت و شلواره، آخه واسه چی؟ این دیگه محرمانه است، دوز و کلک زمانه است، در هم و بر هم شده این زمونه، زمونه کرکری واسه همه میخونه. در هم و بر هم شده این زمونه، زمونه کرکری واسه همه میخونه. در هم و بر هم شده این زمونه، زمونه کرکری واسه همه میخونه. اولاق جون، اولاق جون، اولاق قد تو قربون، اولاق جون به تو به جون بون. از
بالا خونه راحتی با اولاق جونه تی بهت کاری نداره هی کن وقتی دلت میگیره اره اره بکن هی دونه باله این خر و اون خر بکن همیشه باشی سر کیم سر دماغ کر خر اومدی و میری اولاق در هم و بر هم شده این زمونه زمون کر کری واسم میخونه در هم و بر هم شده این زمونه زمون کر کری واسم میخونه بار بار بردن دار و ندار ما را برای ما گذاشتن فقط باده هوا را اومد اومد بابا اومد چی اومد یه مرد مفلس اومد تنها و بی کس اومد یه مرد غارت زده یه در به در یه مرد بیچاره یه خونین جگر آخه چرا؟ این دیگه محرم آنست دوز کلک زم آنست در هم و بر هم شده این زمونه زمونه کرکری و سم میخونه شهر آب پیدا کردیم من آسیز کمک کنیم خدا من یک در دنیا هزار در آخرت بهتون عوض ده جوون به من آجز کمک کن علی یارت باشه ننه بیست تومن پول خورد داری بیست تومنم کجا میخواستم دو تومنش بدم به خوده دو تومنش میدی به خوده آره سب کن انگار دارم خدا یک در دنیا هزار در آخرت بهت عوض بده جوون ببینم بیا این تومن ده تومن اینم بیست تومن بده من دانش نه ناسلامتی تو مردی پولا رو بده ببینم دستو با کن بلا چی تو رو دلوت پایین میره ها چی تو رو برو گم شد نگیر بده بخنده ای پولا بیا اینجا مادر بیا بگیر اینم پولت من پولت رو گیریستم بابا خدا به الهی بری زیر گیل خدا به دمیه گرد بزنه خدا میبره تو زیر گیل حالا گذشته تو سلوات بفرست خدا بهت عوض بوده پسر جون اگه تو نبودی پولای منو برده بود الهی بسه من از ده برای همین کار اومد دم شهر دیدی چه کار که به سرم داشت میدید آره دیدم نهار خوردی پسرم با من مادرم نهار که نخوردم هیچی صابونه و شام دیشبم نخوردم همین جیبم خالیه میبینی این دی اندشه یعنی تهشه همین شکمم بیا بشین پسرم بیا با همدیگه بخوریم میایی معلومی که میام بخورم خداوند بهت رحم بکنه سفرتم میخورم پیدا سوی شهر قریبی پسر جون آره مادر جون اما خودمونیم انگار تو هم افلیج نیستی ها چرا؟ یعنی راست گفتی آخه میدونی اگه آدم تو این شهر رو راست باشه ها کلاش پس محرکت میگم این پنیره نکره یه آره به اصطلاح قدرتی خدا مزه همه چیز میده به جز پنیره آره راست میگی پسر جون اینجا دیگه همه چیزش تقلبیه پنیرش، کرش، روغنش از همه بالاتر موزش تکون بخوری موز رنگ کرده تقلبی به خوردت میده آره راست میگی مادر جون گیده‌هاش هم تقلبیه چی گفتی نشنفتم دکی راستش مادر مگه تیرون شهر کره هست چرا تو این شهر هیچ کس جواب آدمو نمیده هیچ کس اصلا صدای آدمو نمیشنفه
کرد که هیچی، بعضی هاشون پورم هستن. مگه نمیدونی هر جا پول و ثروت بیشتره رحم و انصاف هم کمتره. اینجا تهرونه، شهر رندونه. اینجور آها فقط صدای جیرینگ جیرینگ پول رو میشنفن، ولی اصلا صدای من و تو به گوش هیچ کس نمیخوره. ماره بگو با چه خفتی اومدیم تو این شهر که مثلا پول داره بشی. پول دار بشی؟ تو به درد این شهر نمیخوری پسر جون. برگرد گروه ولایت خودتون. مگه خاصیت شهرهای بزرگ رو نمیدونی؟ هر شهری هر چقدر بزرگتر باشه هر کی تره. کسی به کسی نیست. تو اینجور جاها آدم باید حق باز و شالاتان باشه تا به پول و ثروت برسه، وگرنه آدم های صاف و سادهی مثل تو کلاشون پس معرکه. خوب شد بهم گفتی. قربونت برم الهی، تو هم شیکم من سیری کردی، هم مخم پر چیز میزای چیز کردی. قربونت برم، ایشالله از این پیرتر بشی. خدا حافظ. چه پسر سادهی تو رو خدا، آدم ازش خوشش میاد. هر شهری هر کی قد بزرگتر باشه هر کی تره. تو اینجور جاها آدم باید حق باز و شالاتان باشه تا به پول و ثروت برسه، وگرنه آدم های صاف و ساده‌ای مثل تو کلاشون پس معرکه. چیچیری پس معرکه است؟ الان خودم ترکیبش میدم. ده چی؟ این همه را آمدم دست خالی بدم. میبینی که را عزیزه که من که بکنی ده های مردم های خدا. دعوت تو جمع نمی کنی بای کوری بلند شو بلند شو بلند شو بلند شو. چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ بارمن بیهوش شده، چی دستور می فرمایید؟ تا مردم جمع نشدن و پلیس خبر نشده زودتر سبا در رحمت هم کنیم. حالا به جمعیم ببینم. حالا زودتر دود باش، حرکت کن. کجا قربان؟ به نزدیکترین بیمارستان. نه درو خدا منو مریض خونه نبری، نه تا بریستم اونجا شیکممو پاره میکنن و دل رو دهمو میریزن بیرون. عجیبه. کی نجیبه؟ این باور نکردنی است. چی شباهتی؟ اینجا آینه است؟ پس تو کورم نیستی. به کوری چشم اینها نخیر قربان. اما خب چون ماشینتون منو زیر گرفته حاضرم یه چیزی ازتون خوشک بگیرم و رضایت نومه چه بدم. زود پاشیم بندازینش بیرون حق باز احمقو. من نه حق بازم نه احمق، دهن تو تارت کن. ببین من اگه شخصا خودم انداختم جلو ماشینت برای اینی که هم جیبم هم خالیه، همیشه گنبم خالیه، میشنوی شکمم داره قره نمیزنی. اگه میخوای شرافتمندانه زندگی کنی و به پول و ثروت برسی هیچ لازم نیست دروغ بگی و حق بزنی. فقط درستکاری و صداقتی که آدمو به همه جا میرسونه. حرکت کن. اکسکیوز می، یعنی من بخ میخوام بگم که این موتول موبیل و این شکلی شمایل و این بیاب و برو ممکن هست که از راه درست و مستقیم به دست اومده باشه، ولی من به قیافه شخص خودت مشکوکم آقای قادفدر خان. اجازه میده نفسشو ببرم قربان. درش کنید احمقا، حرکت کن. عربش کردم رفت. اینا چی جستایی میگیره؟ اون رئیسه، تو چی میگی؟ تیرون عجب جونه ورایی داشت و ما قافل بودیم. درسته، خوب گوش کنید ببینید چی میگم. طرح سرقت منزل جواهر فروش معروف رو امشب انجام میدیم. همه چیز طبق طرح قبلی انجام میشه. خوب باید دقت کنید، حرفمو برای دومین بار تکرار نمیکنم. اگر از کسی کمترین اشتباهی سر بزنه هرگز نمیبخشم. شیرفم شد؟ بله قربان. بقیه دستوراتو در محل بهتون میدم، فهمیدید؟ اطاعت قربان. منتظرم باشید. چشم قربان. کاری باهاتون ندارم، مرخصید. امشب منتظرم باش، بعد از سرقت گاف صندوق بیام پیش تو، موفقیتمونو جشن. اما من برای چه نگرانم؟ نگرانیت موردی نداره عزیزم،
چون صاحبان محلی که امشب بهش دستورد میزنیم در مسافرت هستن. خب این بهترین فرصته. در ثانی تا بیانو بفهمن سرقتای بزرگ این چند سال کار من بوده، من و تو پولا و جوارتو برداشتیم و زدیم به چاک. راستی امروز وقتی من از سلمانی میامد یک پلیس من تعقیب کرد. پلیس؟ یس. همون سرپاسبانی که یک سبیل هیتلری داره؟ یس. میفهمم. اون خیلی وقت است که موی دماغ من شده. مهم نیست، اما من خیلی زرنگتر از اونیم که دوم به تلاش بدم. بیا جلو عزیزم، حالا وقتی نرفا نیست. Come on to my arms. Come on. دستورایی که دادم فراموش نکنید. چشم قربان. مطمئن باشین کارا مطابق برنامه انجام میشه. امشب ساعت 11 طرح برنامه را از منزل شروع میکنم. فراموش نکنید. خوش آمدید قربان. سارق بیل پتره بیل، آخره هر چقدر زرنگ باشی از دست پلیس کنکاری مثل من نمیتوانی در بری. بیل آخره سر بزنگم موشتا میگیرم. چی گفتی؟ منو بگیری؟ چرا اگه نگیرم زن؟ مگه تو شوهری بهتر از من پیدا میکنی؟ تو همون خواهرمونو گرفتی برای پشتمون بس شیش و دراب چیز با سر به سر هم گذاشتی؟ نه زن جان نه، دارم دعا میکنم یک شوهر خیلی خیلی خوب برای خواهرت پیدا باشه و اینهو خودی من مسخرم نکن. من مثل خواهرم نیستم که زن تو بشم. من اینقدر صبر میکنم تا بهتر از تو برام پیدا بشه. آفرین با تو، مهمتر از من سرکار استوار است. بله، از اون مهمتر سرکار ستوان است. اگر خیلی 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 مهمترش بخوای، جناب رئیس کلانتری ماست. اون هم از بخت بد تو از زن بچه داره. تو مقصوده نه نزیر کباب من. شب بخیر. باید دیگه کجا؟ دیرم شده زن جان، باید برم گشت و گودر. تو که الان از سر پست اومدی. درسته، اما تو که موضوع این مردکر میدانی. من همون سارق زبردست میگم، هر چی تجسس میکنم گزکی به دست من نمیده. اما یکی دوتا از پرغیچی هاشه دورور منزل این جواهری معروف دیدم. همون میلیاردری که کلکسیون جواهر و زمرد دارد. از تو چه بین هنگی من خانه این مردک جواهر فروش زیر نظر دارم. شاید بتوانم یک گزکی از این مردک فکول بگردن عینک به چشم کلاب و سر پیدا بکنم. ساعت 11 است، لحظه ای شروع کارم. همگی به وظایف کارتون آشنایی دارید؟ بله قربان. همچی تو معلوم بایستی وسایل و ابزار کارمون از کابت. جواد زودتر زودتر. حرکت کن بری سفر. آقا به من کمک کنین، خانم به من کمک کنین. سلام علیکم. سلام، خوش آمدید. رئیس اومد، رئیس اومد. کو لباسشو عوض کرده نشده؟ نه خودشه. آره خودشه. رئیس اومد، به همه بگو که رئیس همین الان اومد. زود باش. کلخن تو رمق تو بدنه که سیاحت کن، ببین چطوری مردم لخت میشن و نون در میارن. اسم نون آمد و گوش نمیشد. برم گیری نشدن بگو بکشم. اسم نون آمد منی. سلام قربان. عظیم است. سلام قربان. بلی هم هن چی قربان. سلام شما قربان. قربان سلام قربان. سلام قربان. چله بله. سلام سلام سلام. ببینم شما به کی دارین سلام علیکم؟ با حضرت علی هستیم قربان. بفرمایید. خوب نیست با این لباس دم در وایسین. بفرمایید. خوب نیست علی، چرا این لخ وایسیده؟ تازه من پالتو هم دارم، اگه سن در طلبکاری بیا بزنم تو گوش. قربان جسارت نباشه، خوب نیست شما رو دم در ببینن. آخه لباس میگه نجاست دم در نباشه. بفرمایید تو خواهش میکنم. بفرمایید. خیلی خوب باشه باشه. سر اون جره اونه
چیکار دارن میکنن؟ ببخشید خانم، چطور با این لباس تشریف آوردیم؟ مگه برنامه تون تغییر کرده؟ تغییر کرده، میدونی اونجا دیگه جای من نبوده. الانم دارم از گشتگی میمیرم. مگه یه چیزی ندی بخورم همینجا رو پیش فقط میشم. پس بفرمایید جای همیشگیتون کام بفرمایید. زود سرویس غذای جوان شفانه بیارید. زود زود. از این طرف قربان. از این طرف میام. مان. بابا بفرمی سر صندلی خودتون. سر صندلی خودم. سر بیانجا فهم بیا چی میدین بلوم بونین؟ بچه ها وظیفه شنو بلدن قربان. مطبق معمول یک گیلاس شامپاین قبل از شام صحیح. و بعد یک گیلاس کنیاک. کنیاک بعدم اردو خامیار با پوره ممر و بعد جوجه کباب مخصوص همیشه گیت. اجازه بدین ورودتون رو به اطلاع سه طرفان برسونم. میل خودت. سلام قربان. سلام، چه خبر؟ وسایل لازم با متصدی جوشکار حاضر قربان. تو خونم همونطور که پیش بینی میکردیم کسی زندگی نمیکنه، یعنی هنوز از مسافرت برنگشتم. بسیار خوب، تو 20 قدم بالاتر مواظبت کن و تو برو عقب‌تر. وسایل رو پیاده کنید. چشم بابا. بیایید. چشم پسر. برو بالا. شکنم میرزا قشمشان، مگه قرار نبود هر ماهی که تو کبارت کار میکنم یکی از سفته با پس بدی؟ زبون تو گاز بگیر وایس تو کنار، بگه نه یه تیپا نظرت میکنم ها، با تو هم در بده اون، مگه قرار نبود سفته با پس بدی ها؟ بچه ها، بچه ها طرف ها داشته باشه. مگه نگفتی سفته با پس بدی؟ معذرت میخوام آب نبود کشی من، اگه اون سفته ها تو پس نمیده بیا من پولم در بد میدم. همچه مردی که تو اگه بیل زنی برو در باغچه خودتو بیل بزن. من بیل زن نیستم عزیزم، من جیسن کینگ ایرانم. ای به قربون اون خدا برم با این بندش، نکنه جنم در بکین. بگیر بخور، بخور به سلامتی من. حالا که هر رو نمیری میخورم به سلامتی تو. بی پرسی مره میزنی بگی من دیگه زندگی پره که ایران میزنم. آبش کسافت برسون صورت تو بیار مغرا برده بیار توت باش من هوای آزاد خوردم در دهات این شما. قربان قربان نزنه منو، خواهش میکنم بفرمین بشین. بفرمین باشید کمشید احمقای بی سرپا. باشید برسون صورت حساب. اینجا که لاتخونه نیست، زود باشین پولتو نیخ کنین. چی؟ مگه ما چی خوردیم؟ شش تا آبجو داشتیم با دو پورت شام 355 تومان. نمیدم. اگه شر هرته. چی گفته؟ حساب میزشین شده 355 تومان. لابد مال من سر به فلک میزنه. چجی کلاخان برار را برقرار ترجیح بده. بیزن بیچاک که اون لباس پرت مزت میگیرن. خانم ببخشین لنگتونه بکشین که نر. تو حیات کشین بده. اتاق قربان. آی خدا، چرا چشم درست نمیبینی؟ همین جرگی لالوت میبینم، چیزی لال نیست. من چرا پیلی پیلی میدم، هنو چی دارم ببینم؟ بیا چون عزیزم شما امشب چه انگت مست هست؟ کلنگیز آسمان افتاده نشگه؟ روز مطمئن نشد. و ایلا من کجا بود توی تیرون؟ لباست داره برد تکونه خود بیلا کن بیل کن بزا خودم بیلو میشم. بیرن پارست درش نیاد. آه
بسرم از شما لیفزت. حمام دو نفری خیلی کو. سلام عزیزم. من کجایی؟ بجان بین عزیزم من الان مردم خیلی وقت حیابه عزیزم بی پادر برای من رنگ میگیرد تکم بخوری اون مغز پوکت دقن میکنه چش سرکار چش یلا روشن کن بپر جلو سخت من بودو یلا هم بفرمی سرکار تکم بخوری مرگ تطمیه یلا بفرمی شه سرکار یلا برن قربان پلیس اومد پلیس اومد یلا باشین جمع کنید جمع کنید زود باشین زود باشین یلا 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 زود باشین اخت من نه ایست چه کچی که پارتان کردم خوب به چنگ مفتادی مرد که پاپیون به گردن عینک به چشم کلا به سر یلا معطل نکنین همه تن سفر شین یلا یلا شنیدی بچه ها یلا سفر شین تونتر بایسته نگاه میکنه جنب کن حرکت کن حرکت کن حرکت کن برو دیگه برو دیگه شدیا ایست ایست بایسته خودم ببرم بیمارستم بایسته از چنگ کسی فرار کن که جای تور نشناسه که زیر سنگم بری پیدات میکنم اما عجب کس بندم به بازوش نیکیان مادرزن آقا فرمودن ما داریم میریم ویلای نیاورون شما فوراً تشریف بیارین اونجا نفهمید شما چی گفت؟ متاسفم که این خبر رو بهتون میدم آقا گلوله خوردن و زخمی شدن شما شوکه کرد؟ جواشیر اینجا تو بغل من هست موضوع چیه؟ در باز کن برای چی معطلی؟ موشی خدمتون باشه جواشیر خان صحبت میکنن هلو آنجی دالینگ دالینگ بلند شو صحبت کرد این نفر که از کدش چای شما کالب کرد به هرچی نبترش میخندید کالب کرده الو بنالبینم یه نفر بگوشم نکن تو رو خودم بنا گوشم نخور خیلی خیلی کم میاد بگو بینیم حالو تو چی هستی احمق ما اینجا احمد نداریم دیگه با کی کار دارین گفتم تو چی هستی احمق چی؟ احمق؟ احمق پدرتی من سرت به تنت زیادی کرده احمق حرکت کن
گوشی رو گذاشت، البته از ترس اونجاش بود که گذاشت. بگیرم بخوابم، زود خوابم برد. شما کبید؟ پس منم کبید. کبید چی بابا؟ اینجا گام گیره. لگی لگی میدیم و خود بخیم نمیرم. پسنی؟ ای داد بی داد، ای آمق نمک آنگر، من اشلی با گرفت. بیا اینجا نه وای، من اشلی با گرفت. چی شده خواهد؟ منم بی تقصیر هست، اشلی با گرفت. بگیر، کجا رفت؟ کجا رفت؟ یکی کجا رفت؟ من اینجا هستم ولی بیگونه هستم. بگیرینش. بذار درم. ببینم. بگیرینش. چلی میتونی فراخونش. بگیرینش. یا داری من قاطیشی میتونی بده که تابشی بگیره ای خدا. خدا خدا. بزن بگیر. ایچی بگیر خدا. ببینم دلم. شما هم دو طرف برید، هم همون بیا. منم اینجا کلا میدنستم که تنه خودم زمین کلا میدنم. خیلی به کلا ملاق بمندم، تومون ندارم ولی به کلا ملاق بمندم. اشکالی نداری. کنیز بریم اون طرف. پوشش اینگار میخواد باجگون بشه. بی خدا چیکاره بکنم؟ خاک با شیرکتون نخور. ایلا با یه گوله میفرستم اتون دنیا. یلا درش برین. من میتونم از جام تکون بخورم. اگه شما تونستی من از جام تکون اونجا باید نیستم. منی نگاه بخور. کمک کن باید من از جام تکون نخور. حرف موسته میدنه اون کلام بزنم. کلام خیلی علاقه مندم. بیزه خیلی خوب یواش. آزارم ندین، رنجم ندین یواش. خیلی خوب. در حین فرار بازوی راستش هدف قرار دادم جناب رئیس. الان مدرک قانونی از او داریم. زخم گلوله ثابت می کند که سارق همون مرده که پاپیون بگردنه اینک به چشم کلاب و سر است که در زین صاحب رقاص خانه ماست. قربان مطمئنی که اشتباه نمی کنی؟ بله قربان. بسیار خوب، فردا میتونی بری و دستگیرش بکنی. با چش قربان. البته اگه جوانشیری دستگیر بکنی که روی بازوش زخم گلوله وجود داشته باشه. وجود دارد قربان، اون هم روی بازوی راستش، درست همینجا بخوده. تمام شد دکتر. فردا ما بادا به سرت بزنه و راجب این موضوع به کسی چیزی بگیا. پروانه یه تبابت من مدتی لغو شده، در حال حاضر اجازه تبابت ندارم. اگه بخوام گزارش بدم خودمم تحت تعقیب قرار میگیرم. متوجه هستم، فقط بگو ببینم جایی زخم میکنه. اگه یه روز در میون پانسمان بشه تا 25 روز. حد زده بود، مطلقا جایی نگرانی نیست. قبلا همه فکرامو کردم. دارم از گوش میگی میمیرم. بیا بیرون. این همه وقت بیرون از بعد قضای درسته حسابی نخوردم. هی میگی بیا بیرون. سپون 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 سپون. اسم تو چیه ها؟ مال تو چیه؟ گوتا گوتا اینجا اینجا بیا شیزید نه. اخی که بیمایی بیگی نمیارن از اون فیلم ها. کجایی؟
دیگه جاست چیدی مثل گوشت قربونی گوشت قربونی حالا فهمیدم درست همون کسی هستی که من میخوام. همراه من بیا، بیا. همونطور که برات گفتم معالجه دست من حداقل 25 روز طول میکشه و تو بایستی کاملا رول منو بازی کنی که نتونن منو دستگیر بکنن. یعنی واضح تر بهت بگم، وقتی تو جای من قرار بگیری و کاملا حرکات و رفتار منو تقلید بکنی طوری که به هویت من پی نبرن، این کاملا رفع سوء ظن میشه، درسته؟ حالا فهمیدم چه کاری از من میخواین. یعنی من بایست اجیری تو بشم و اون وقت سرپوش بذارم رو تمام دل دوزیا و کار خلاف قانونیت. همینطوره، من با داشتن تو هیچ وقت دم تو تله نداده و دیگه کسی برگه علیه من نخواهد داشت. البته این کار برای تو نفع زیادی دربر داره. یک زندگی کاملا مرفه، سر و وضع درست حسابی، پول، اتومبیل، خلاصه همه اون چیزایی که در خوابم ندیده بودی، فهمیدی؟ کم کم دارم میفهمم چی کاری دارین بهم پیشنهاد میکنین. من برم اون گوشه با خودم مشورت بکنم. بابا دوزگی و کارای خلاف قانون از تو بر نمیاد پسر. این کلا برای تو خیلی گشاده که چی کلا خان ممکنه توش گم و گور بشی. اما خب راه چاره چی چیه؟ شکم بی پول جواب طلب کارمو چی میده؟ نه خرنشو پسر، اینم از دستت میره ها. چشماتو ببند و دلتو بزن به دریا و بگو قبل تو. خب قبل تو قبول کردم، من برای پول هر کاری که بگی میکنم. خب حالا بگو ببینم کیو باید بزنم. کجا میبری؟ ولم کن مرتی که یه دلار راست شو، کاری نکن که چشات از کاسه درارم. من یه دفعه عرض کردم ولی شما توجه نکردید خانم. گفتم رئیست خواسته. کله پدر خودت و رئیست. همچی میگه رئیس مثل اینکه یه دفعه نوبرش آورده. آروم باش دختر، آروم باش، راحتش بذارید. برید بیرون. برید بیرون. معذرت میخوام، آخه مطلب مهمی بود که میبایستی فوراً دست به کار میشدیم. کی وای غلط نکنم، من مأمور کشتن این دخترم. اجازه میدین دست به کار بشم آقای گاد فادر خان؟ نه من چم دارم میبینم؟ منه داری میبینی که جیکولا خان نه هر داری تحجب بکنی، شباهتش برای خود منم باور نکردنیه. حالا داره یه چیزایی دستگیرم میشه. خب اما من این وسط چی کارم؟ میبینی که چی به سرم اومده. آره یه چیزایی شنیدم، آدم گاهی از کارای اوسکرین سر در نمیاره. آخ که اگه گوله یه وجب این برتر خورده بود قبضو گرفته بودی. میدونی که کدوم قبضو میگم؟ فیران که شانس با تو یاری نکرده، بنابراین بایستی یه کار مهمی برای من انجام بدی. واضح تر بگم، تو بایستی در کمترین مدت از اون یک آدمی بسازی کاملا شبیه من، مثل من حرف بزنه، مثل من راه بره، به طوری که آره فهمیدم، به طوری که تو بتونی اونو جای خودت غالب بزنی و اینطوری دوم خودت از تله بکشی بیرون. درسته؟ درسته. دستت خوندم. اینا چی دارن به هم میگن؟ خب لابد دختره داره وصیت مسیحیت هاشو میکنه. خب بکنه بکنه. خب این وسط چی گیره من میام؟ تمام چکا و سفتایی که ازت دارم بهت پس میدم به اضافه یک انعام خوب. اینجایی بابای آدم دروغگو، تو چک و سفته منو پس بده انعام تو سرت بخوره. این کارو میکنم مطمئن باش، چون برای من پای زندون در میونه چک و سفته هاتم انعام.
این تنها راهیه که منو نجات میده. باشه، قبوله. پس از همین الان دست به کار بشو. معاونم تو رو در جریان کارا میذاره. چون کارات باید دور از انظار و در یک محل دیگه انجام بگیره. آه، یا اول صاحب کمینا، این کاری ازش برمیاد یا نه؟ اون از هر نظر آمادگی داره. راه دیگه ایم نیست. عجب گیری افتادم. اوضاع در چه حاله؟ طبق دستور بلیط‌های هواپیماشون آماده است. بسیار خوب. زودتر برو کاباره و خودتو برای جواب دادن به سوالات پلیس آماده کن. چون حتما تا چند لحظه دیگه سر و کلهشون پیدا میشه. دستا بالا نفس نکش. از حالا اختیار میکنم بالا بردن دستای تو با خودت است. پایین آوردنش با من. از فرمان من سر بیچی بکنی خلاصت میکنم. سرکار اینجا جز من کسی دیگه نیست. اون ارباب دزد تو کجا رفته؟ متاسفم سرکار، الان مدت 3 روزه که آقای جوانشیرخان به مسافرت رفتن. تو داری پولتیک میزنی ها؟ بگو بینم با من. بله، کسی را که در مزان اتهام و دزدی قرار گرفته به چه مناسبتی از حوزه قضایی تهران خارج میشه؟ چه تامی سرکار، امروز 3 روزه که آقای جوانشیرخان رفتن مسافرت، آخر این هفته هم برمیگردم. آره اروای پدرش، گفتی 3 روزه که آقا رفته مسافرت. دیشب من خودم گلوله را زدم به بازوی راستش، اون هم در حین ارتکاب سرقت. یه دفعه گفتم که ایشون در مسافرت هستن. از قول من به اربابت بگو سرپاسبان حیدرعلی گیلانی گفت مدرک جرم توی بازوی راسته. بده من بیا جلو اینجا محل ارتکاب جرم. به به، اونم چه مدرکی، چی چسبندم. اون هم مدرکی که جای زخمان ها به این زودی های زود خوب نمیشه. خب گفتی اربابت که از اون جهنم در ربر میگرده؟ برای انجام کار فوری رفتن اصفهان. شمینید ببینید چی میگم. اگه از کسی کمترین اشتباهی سر بزنه هرگز نمیبخشمش. جمله رو تکرار کنم. خوب گوش کنید ببینید چی میگم. مگه از کسی کمترین اشتباهی سر بزنه هرگز نمیپشخمش. آلو هشام نمیپخشمش نیست، نمیبخشمش. آلو هشام نمیپشخمش نیست، نمیپشخمش. لا اله الا الله. اگه حواستو جمع نکنی تو سری نظرت میکنم. اگه حواستو جمع نکنی تو سری نظرت میکنم. ما صبحت بکش جمع نکنی میری. بد اخلاق بشی میذارم میرم من. با خدا ها بزنه چاک رو آواز جدید رو. خب میریم سر درس بعدی. این موزیکال. یک دو سه زنگه مدریده. یک دو سه شیر پنجا. این از همش آسونه. خیلی خب پس شروع کن برم. یالا اینجا بیرسه. اینجا چه میدونیم؟ یک دو یک. آی 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 چیشه زلیلش کنی بابا لیکی عدوی با خانم. تلفن از تهرونه. تلفن خانم از تهرونه. ای نیفتی رو من نیفتی. الو سلام ستاره، منم جوانشیر. بگو ببینم پیشرفتون تا به امروز چطور بوده؟ آخ دلم میخواست اینجا بودی. اون چشات از کاسه در میآوردم. یه گاریچی دست من سپرده، توقع داری چی ازش بسازم؟ ریچارد برتون من صدا کردی؟ این دیگه چیه آخه؟ این شورته، یعنی زیر شلواریه. این تو جان نمیگیره. بگیر تنت کن بی باته. این دیگه چیه؟ کته؟ ای قربون اون خدا برم. این کت اسمش اسموکینگه. بده گفتی جیسون کینگه. گفتم اسموکینگه. گوشم کر شد. اصلا من دیگه نیستم. به خدا بادا با سکن سکن. حالا که میخوای بری بذار یه تیپا نظرت کنم که دست خواهی نرفته باشی. جا میخوایی بزنی؟ نزنه نزن. میپوشم میپوشم. خدا یکی عجب غیرجمالی افتادم. به خدا بده میپوشم. باش خدا هم کلاجه ترمز این یکیه. خوب شد گفتی، من همش خیال میکردم ترمز این یا روه است. این چیه؟ حالا بزن تو دنده سه. دو و سش دنده سه. بابا دو و سش تو هم بیدست. هر سالی با راننده حرف نزن. حواسش پرت میشه. حاجبی مش میکنن. ببیش تو فرعی. خیلی خوب. یادش برو اون پایین رو بگیرش. همش میده بگیر پچهش بگیر. زبون بسته خودش داره میره دیگه. کجا داره میره؟ داره میره تو دریا. بایی کجا دل تو کجا نی؟ من کجا نم؟ اگه خفه شدی بگو. یلا حرف بزن. مجده بگو که از دست راحتی شدم. کجایی؟ دایا کجایی تو؟ آخه بگو کجا هست؟ جفاستمون پیدا شد ولی تو پیدا نشدی.
شست می رفتم اون زیرم نبود خدایا. اینجا که گود نیست، بی خودی شنا کردم. کجا؟ نشد بالاخره حلواتو بخوری ما؟ متاسفم ناخی خدا سرمام خوردی ما. اچی خاک تو اون سرت کنن گاری چی؟ ببین چی به روزه من آوردی؟ خاک تو اون سر خودت بکنن، آخه گاری چی رو که پشت رولی نمیشونن. حالو هشم یه فکری بکن، ماشین رو بکشیم بیرون. من یه فکر بکنم خوش خبر مرگت را بیفت و یه ساعت دیگه باید بریم فرودگاه. فرودگاه واسه چی؟ باید با هواپیما برگردیم تهران. من تو هواپیما خودم میشینم پشت رول. از حالا بهت بگم من هرچی دستم بدن میرونم. دستت بده تو دستم. سیگار بد مثب دهن ما این زهر ما تلخ کرده. استعمال دخانیت ممنوعه، سیگارت خاموش کن. آخر خط باشو. از دست به من دستور دادی دیگه خفه شده. من از کسی دستور نمیدیم. برمو جلو تر برم، دستو بذار زیر بغلم. بذارم زیر بغل؟ اینجوری نه داد، اینجوری ما تو دهات هر جور دلمون میخواست میذاشتیم، کسی هم ایراد نمیگرفت. بر پدر این شهر لعنت که تمدن ما دهاتی ها را ازمون گرفت. تو بی خودی وقت خودت رو تلف نکن و الا من همان گاوم که هستم. وای خدا، پاسبانه حتما طلبکاران پاسبان برام فرستادن. اینو طلبکارات نفرستادن، این همون پاسبانیه که جریانشو واسات گفتم. خودتو بگیر و کاملا ادای جوانشی رو در ادای جوانشی خانم. خدایا خداوند خودمو به تو سپردم. تو جوانشیری حرف زدنت یادت نره زوزا. من جوانشیرم، من جوانشیرم، من بچه شیرم، من جوانشیرم، من جوانشیرم. سلام قربان. سلام. این سویچ اتومبیلی خودم اتومبیل قربان. یادت نره دیگه. یادم نمیره. بسم الله. باشید ای جوانشیر خان. چه فرمایشی داشتید سرکار جان؟ هیچی قربان، میخواستم خیر مقدم عرض بکنم. دستی بپنده نمیدید؟ یالا دیگه. بایده دیگه. حال چطوره سرکار جان؟ اصلا حال شما چطوره قربان؟ هوای اصفهان چطور بود؟ وای اصفهان خوب بود قربان. خوب بود ماشاءالله، هزار ماشاءالله چاق شدید. برو بازوها آمده بالا. انگار آثاری از زخم گلوله در کار نیست. بازوهای من در چیه؟ فقط یه بادرسی بدنی. البته معذرت میخوام که وقتتون رو میگیرم. اشکالی نداره آی رئیس. خیلی خوب، مزنگ نه یک کلک بکن لخ شو. از بالتونی لخت بشم یاد پایین تنه. خود چطور در بال هاشم یالا. بالاخره با دامش انداختم قربان. این که چفا دسته. این ملا آغازی تکن تکن میده. بیار بالا. ببینید چی میگم، شما حتما عوضی گرفتین سر کن. بله اینطور که معلومه سوء تفاهم شده. از اینکه مزاحمتون شدیم باید ببخشید. نبخشیم چه غلطی میکنیم. نه خب همش که دیگه ما آزادیم. میبریم خدا بز آقای رئیس جمع کنم. خود داره شد به خطر شد قربان جنم بیست قربان. خب سرکاران بلا مطمئنی که بله قربان، اگر تمام عالم و آدم جمع بشن بگوین جوانشیر بیگناه، من یکی باور نمی کنم. عمرم هیچ وقت عادت نکردم تا گردنم ببندم. راستی ببین چی میگم خانم معلم، این سرپاسبانه به طور عجیب غریبی تو کوک جوانشیرخانه. مگه این جوانشیرخان چه غلطی کرده؟ به من تو چه پسر، کارتو بکن پولتو بگی. اونی که بله، اما آخه بیا پر گوش کن بچه، اگه میخوای از دست این جماعت جون سالم در ببری، سعی نکنن کاراشون سر در بیاری. واسه این چی؟ واسه این که این جوانشیر ناکس آدم خطرناکیه. خودتو بزن به خریت و پولتو بگی. پس ما باید پول خریتمونو بگیریم؟ ای همچین میریسی. اینا دیگه کیا؟ ما که نمیشناسیمشون، زیرشون کن بریم. نسوینم این نکنه طلبکارای منن. شما چی میخواییم؟ باز همراه ما بیاییم بریم مخفیگاه جوانشیر خان. مخفیگاه جوانشیر خان؟ قربون عمش بره. دست منو زدن شما رو چشم بسته و دست بسته ببریم خدمتشون. ایشون چیز خوردن؟ مگه مخشد عب داره مرد؟ چشم بسته و دست بسته ببریم خدمتشون؟ مگه اعدامی میخواییم ببریم؟ این یه دستوره. کسی تو بکش، ما این دستور رو لغوش میکنیم. چجوری؟ این سوشون بده چه؟
در چه حالی عزیزم؟ آه ناکس اینقدر عربده کشید که سرم رو خوب نشکش دیگه چیه؟ بریم بابا خود ناکسشی تو انگوشتی میخواد تنبیمون مکنید سنبلی بلی سلام شوخی جالبی بود کس کلا خان منتها آدم های من یه قدری زیاده روی کردن میگی شوخی؟ بابا خیلی سرش میشه بلا زودتر سواشی سلا نیست من اینجا باید دیگه 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 گزارش مربوط به حوادث فرودگاه و بازرسی بدنی رو به امدادم ستاره زحمت های شبانه روزی تو بی نتیجه نمونده اون برای همیشه میتونه نقش منو به خوبی ایفا بکنه از پشت کاری که به خرج دادی جدا ازت متشکرم ستاره پس من چی؟ آه از تو متشکرم بیا چطوری؟ اینم دست موزه تا به امروز دست پای شما دردی نکنه به وای این همه پول همشم لاکر در پونیستدی ها بعد از تمرینای طاقت فرسای این چند روزه احتیاج به یک استراحت دارید به معاونم دستورات لازم رو میدم درویشی بکن کج کلا دل مال منه الله نگه دارشه یک زن یک سوارم هیچ کجا رهی ندارم عاشق اسب سفیدم دختری چابک سوارم گیس نگو کمند بالا چین و چین و بلند بالا گیس نگو کمند بالا چین و چین و بلند بالا منم یه کاری داشتم روز روزگاری داشتم توی این دنیا عزیزم بند کار و بار داشتم خدای ما بزرگی والا درست میشی کارا انشالله خدای ما بزرگی والا درست میشی کارا انشالله یا احلا حال پریشون دارم تا اکی دل اتو بخل قرض فرعون دارم یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رهی ندارم عاشق اسم سفیدم دختری چابک سوارم گیس نگو کمند بلا چین و چین و بلند بلا گیس نگو کمند بلا چین و چین و بلند بلا هر کجا که پا میذارم شانس هیچ کاری ندارم خود میشی این پا ببنده من ده اصلا بوز میارم خدای ما بزرگی والله درست میشی کارا انشالله خدای ما بزرگی والله درست میشی کارا انشالله
تو درویش بکن که کلا مال منه الله نگه دارشه یک زن یک سوارم هیچ کجا رهی ندارم عاشق آسمان سپیدم دختری چابک سوارم گیس نگو کمند بلا چینو چینو بلند بلا گیس نگو کمند بلا چینو چینو بلند بلا گاری داشتم روز روزی گاری داشتم توی این دنیا عزیزم بندی کار و باری داشتم خدای ما بزرگی والا درست میشی کرا انشالله خدای ما بزرگی والا درست میشی کرا انشالله یا احلا حال پریشون دارم تا اکی دل تو بخواد قرض فراوون دارم یکی زن یکی سوارم هیچ کجا رهی ندارم عاشق اسم سفیدم دختری چابک سوارم گیسو نگو کمند بلا چینو چینو بلند بلا گیسو نگو کمند بلا چینو چینو بلند بلا هری کجا که پا میذارم شانس هیچ کاری ندارم بوز میشی این پا ببنده من ده اصلا بوز میارم خدای ما بزرگی والله درست میشی کارا انشالله خدای ما بزرگی والله درست میشی کارا انشالله وقتی خمر می کنم دل اگه سنگم باشه اونو شکر می کنم تو درویش بکن کج کلاه نگارشه خوشگل مال منه الله نگه دارشه یک زن یک سوارم هیچ کجا رهی ندارم عاشق اسم سفیدم دختری چابک سوارم گیس نگو کمند بلا چنو چنو بلند بلا گیس نگو کمند بلا داشتم روز و روزی گاری داشتم توی این دنیا عزیزم بند کار و باری داشتم خدای ما بزرگی والله درست میشی کرا انشالله خدای ما بزرگی والله درست میشی کرا انشالله کج کلا خان 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 دکترم دی چطوره بیا سلام عرض میکنم قربان بنده آیه دکتر جراح هستم با بنده تلفن کرده بودن که اینجا یک نفر بازو زخم خورده آمدم اونو معالجه بله آقای دکتر بفرمایید بله قربان خوب کله که چسباندی ما بیا خواهر جان اول تو برو بفرمایید آقای دکتر ممنون چه سالون قشنگ لال دنبال من بکن بیا سلام به چه خوشگله دون 18 ثانیه دیر کردی دکتر قربان عبازش با دست پر آمدم خدمت شما دوتر دست بکار شد و چشم الان شما رو معالجی میکنه زخم بازم آزارم میده دکتر چشم نرد باش دست بالا بی حرکت این چه حرکتی؟ تو کی هستی؟ سرپاسمان حیدر علی گیلانی در نقش دکتر قلابی تکم بخوری مخ پوکتو داغن میکنم
خیال کن. ولی این دفعه دیگه این تو بیمیری از تو بیمیری. این چه غلطی بود تو کردی؟ دختری که ایت بریده بیلش تو بایستم. نه 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 بیلش کنی. وای. خدا مرگم بده تو چه شده؟ پس خواهرت کو کجاست؟ خواهرم اونجا خوابیده سر جای همیشگیش. وای خاک عالم با سر من بازم خواب. چه خوابی میدیدی؟ بالاخره زخم گلوله رو روی بازویش دیدم، همون جایی رگی چسبنده بود. خدایا اینم شد زندگی؟ تو تو خوابم به فکر دوست آدم کشایی. حق با تو زنجان، اما منم تا گزکی از اون مردک نکری فکل بگردن عینک به چشم کلا به سر به دست نیارم و اون تحویل قانونش ندم قرار و آرام نمیگیرم. تو رو نراحت کردم، بیا تلافی بکنم عزیز دل، برو زیر لاف قربان تو برم الهی نازم. ای خدا رو شکر بازم رسیدم به دیار خودم. اون سینما قشنگه، خیلی قشنگه. اون سگم مالا بایسی کنار. بری کنار بچه ها، بری کنار. محله ما اینقدر بچه نداشت. چته چته ای بود، آروم باش آروم. آقا شما کی هستین؟ با کی کار داریم؟ حسنی منم پدرت. وای خدا جونم، بابام اومده. مادر بزرگ، بابام اومده. بیارین سلام بابا جون، قربون شکلت برم الهی. ماشالله هزار ماشالله چه بزرگ. بابا جون ببینم راست راستی خودتی؟ آره بابا جون خودم. من پس میخواستی وای خدا چی دارم میبینم؟ پسر تو ببینی مادر کچکل خانو. الهی مادر به قربونت برم. نکنه من قربونت برم. وای چه بویی داره خدای من. ماشالله چه یالو پوپاد پوپوزی اصلا نشناخته بهت مادر. مادر خدا نکنه اینگار کچکل خانه خودشه. وا دختره چرا همچین میکنه؟ انگار خول شده. قربون قدت برم مادر الهی، بریم تو. بچه‌ها اساسیه رو برداریم بیارین تو. خب حسین جون حالا چطوره؟ خوبی؟ بیا دوباره دیدم. شگرم بگو بیا. یعنی خانم، یعنی خانم مجدی بده کچکل و خام برگشته. ما اجرب خانم، اجرب خانم، پسر نن آقا برگشته. خدا بیامرزتش، انگار همین دیروز بود که به رحمت خدا رفت. قربونت برم بابا جون، چه موتور قشنگی برام خریدی. اجازه میدی برم تو کوچه سوار بشم؟ برو عزیز دلم. آخ جون بیا مادر جان. نه نه جون، برات چایی دم کردم الان حاضر میشه. قربونه حرف زدنت برم. چرا حرف زدنت عوض شده؟ خیلی چیزام عوض شده. کادوام هم عوض شده. این مال پلوفری قربونه دست. آره عزیز دلم چه قشنگه. البته خودم با سلیقه شخصی خودم اینا رو رفتم برات خریدم مادر جان. این پیرهنی باید باشد. این هم باید چادری باشد. نه نه این چادری نیست. هر چی که دلت بخواد. قربونه دستت، زحمت کشیدی ننه. حقش بود، حالا که وضعت خوب شده پولاتو جمع میکردی و قرضاتو میدادی. خیالت راحت باشه ننه، پولم با خودم آوردم. تا فردا همه قرض قولاهامو میدم و بعدشم باید بار بندیلتو ببندی. آخه میخوام ببرم تهرون ننه جان. من بعد باید تو تهرون زندگی کنی، اون وقت تو خانومی میکنی، منم برات نوکری. ها چیه؟ چرا تو فکر ننه؟ فکری هم به این زودی این همه پولو بالاخره از کجا آوردی پسرم؟ قصهش درازه ننه. همینقدر بدون یه صاحبکاری دارم که شکل شمایلش اینه و خودمه، اما چی مثل شم رزیل جو شده. خب چی کاره است؟ به کسی نگی یا دوزه. خدا مرگم بده دوزه. اما حالا بپرس تو چه کارشی؟ لابد رفیق دوز و شریک قافله. های قربان دهنت، یعنی اون میره دوزدی، اون وقت یه چیزی هم به ما حق شباهت میده. خلاصه کار کردن خر خوردن یابو. بگذاریم ننه، زودتر بارا بندیل تبه بند، باید ببرم ته. آخه چه چده ننه؟ دست به من نزن. آخه چرا ننه؟ چرا؟ گمشا برو از جلوی چشمم دور شو، برو بیرون، برو همون جایی که بودی، برو گمشا. سر من نمونه پاکی و صفا بود. بچه دیگه
بیچاره مرد و رفت، فراموشش کن. من از راهی که رفتم دیگه بر نمیگردم، بر نمیگردم. میشنوی چی میگم؟ بر نمیگردم. دستم ببن. بخند، تو الان تا خرخره تو لجن فرو رفتی، اما بالاخره یه روزی به خودت میای و میبینی که مردم چه چیزایی پشت سر کدوم مردم؟ اینا؟ اون وقتی که من بدهکار و بی پول بودم این مردم حتی یه روز به مهلت ندادم. اینا گاریم از دستم گرفتن، این یکی برام ژاندارم آورد، اما این یادته به جای کرایه خونش فرش زیر پامونو جمع کرد و برد؟ یادته؟ حالا تو شاهدی همین مردم چه احترامی دارن به این میذارن، چطوری جلو پام دولا و راست میشن. هیچ میدونی چرا؟ فقط مرز خاطر ایناست. بگیرین اینم طلبتون، بگیرین رو با صفتا دفع دارین دیگه. اختیار دارین کج کلاخان، ما همه ی زندگیمون فدی یه تارمون. راست میگه قربون، در مقابل همشریگری پول چه ارزشی داره؟ آره کج کلاخان، ما فقط برای عرض خیر مقدم اومدیم اینجا قربان. میبینی ننه، آدم با این چشای بی صاحب مونده خودش چیا داره میبینه؟ حالا که من به پول رسیدم اینم گذشت پیدا کردم، عیب نده از ما که گذشت، ولی وای به حال دیگرون. را بیفتن باید زودتر بریم کنون. یالا دستمو بل کن، تو داخل یه کوره راهی شدی که همه چیزو با پول خرید و فروش میکنی. نه من فروشی نیستم، برو که دیگه چشم دیدن تو ندارم، برو گم شو. بکنم احترام. کجا بابا، کجا داری میری؟ میرم تهرون پسرم. منم باید میام. مادرم کجا میای؟ منم باهات میام تهرون پدر. میگرد راننده. یالا نه بابا جون، منم باهات میام. پیاده شو برگرد برو پیش مادر بزرگت. یالا یالا را بیفت. بابا بابا جون، بابا وایسا بابا. گوش کن جیمی، ما باید بریم دنبالش، تو هم با من میای فهمیدی؟ بیا نگردو. چیه بچه، چی میخوای؟ آقا اگه میرین ترمون منم با خودتون ببرین. خیلی خوب، به پر بلا. یالا یالا جیمی، برو به جون، بچه وقت ندارم. آه خیلی خوب خیلی خوب، سوار شدم، برو بیا. سلام خانم. ساعت دفعه گفتم اینقدر دولار راست نشو، کمر درد میگیری. چشم کنم. چی شده باز رئیس ناکست ما رو احضار کردی؟ عرض کنم که کج کلاخان؟ بله، به هیچ کس هم علتشو نمیگه، فقط دلش میخواد که شما را ببینه. حالا کجا؟ رفته تو سالن. خیلی قربان، ما فقط دیدیم که مادرش از خونه بیرونش کرد. تو راه هم همش ساکت بود. ببخشید بابا، دختر اومد رفت پیشش. برید. چشم قربان. راستش تو ولایتم مادرم و بچه‌م تنهان، باید برگردم پیششون. اما هرچی فکر کردم دیدم نمیتونم خداحافظی نکرده از تو برم. تو به من خیلی محبت کردی، خیلی چیزا یادم دادی، اما حیف که دیگه نمیتونم تو این شهر بمونم. ناسلامتی، من اومده بودم تهرون که پول پیدا کنم، اما یه وقت به خودم اومدم دیدم خیلی چیزای دیگه‌م رو دارم از دست میدم. یعنی مادرم حالیم کرد که چه خاکی دارم به سرم میریزم. حالا که جوان شیخان دستش خوب شده دیگه به من احتیاجی نداره. اما نه، من هنوز به وجود این احمق احتیاج دارم. چرا حرفی نمیزنی؟ چرا به فکر فرو رفتی؟ دارم به آیندم فکر میکنم، به تنهایی، به وقت سیاه خوده. چرا تنهایی؟ مگه تو کسو کاری نداری؟ نه، فقط یه مادر پیر داشتم که اونم پارسال عمرشو داد به تو. بگذاریم، نمیخوام سر تو درد بیارم، فقط همینو میدونم که تازه بهت دل بسته بودم. آدمیزاد مرغ محبت انس میگیره، اما خوب دوری تو تحمل میکنم،
دیگه اینجا وای نسو کش کلا. بهتره هر چه زودتر بری. فقط بهم قول بده که واسم کاغذ می‌نویسی. مطمئن باش کلاخان قولش قوله. این دروغه. دروغ. تو به من قول داده بودی، اما حالا که من تصمیم به کارهای مهمتری گرفتم و سعی دارم که گذشته خودم رو جبران کنم و کارهای مهمتری بکنم، تو می‌خوای زیر قولت بزنی و منو تنها بذاری. من نمیارم. تو چی داری میگی؟ حالا برای توضیح بیشتری میدم. ستاره، متشکرم از اینکه این وقت روز به اینجا کشوندمت. تو میتونی بری. اما تو کس کلاخان، همراه من بیا. همینجاست، پیاده شو. چشم هن خب این همون زمیناییه که قبلا برات گفتم، از اینجا تا برسه به دامنه کوه تمامش متعلق به منه. به هر حال میخوام بانی خیر بشم و گذشته هامو جبران کنم. حالا دیگه شیر فهم میشدم. برای اینکه خداوند از سری تقصیرات بگذره، میخوای دست به یه ثواب خیلی بزرگی بزنی. آفرین. در واقع هدفم ساختن خانه های ارزان قیمت برای مردم و این نقشه شهریه که قبلا آماده کردم. و قبل از هر چیز فکر و ایدم رعایت حال مردمان بی بضاعت. به همین منظور خانه های سه اتاقی با کلیه وسایل به مبلغ 50,000 تومان، یعنی قیمت تمام شده، یعنی حداقل قیمت ممکنه. خیلی خیلی ارزان مناسبه. البته، اما این وسط یک چیزیه که داره منو عذابم میده. چی چیزیه؟ اینی که در این شرایط تو میخوای منو تنها بذاری و بری. اما از من گاری چی به جز یابوروندن چی کاری بری میاد؟ خیلی کارا. از فردا باید بشینی جای منو شروع کنی به پیش فروش خونه ها. البته نه با این دک و پوز. و برای جلوگیری از ازدحام مردم بایستی نصف قیمت تعیین شده را به عنوان پیش قسط نقدان دریافت بکنی. آها، بقیهش هم به اقتصاد ذلیل المدت ازشون میگیریم. آفرین. و کارمون رو از همین نقطه شروع میکنیم. در بهترین نقطه شهر بشه تامید و از فرصت استفاده کنید. هنه 5,200,000 تومان تا به امروز. آفرین، از کارت رضایت کامل دارم. اتفاقا مردمم از این که اونها رو صاحب خونه کردی برای دست و پاشونو برای دعا هوا میکنند. فقط یک چیز رو توجه کن، مبادا مردم بویی ببرن که تو من نیستی. من خودم درسم و حفظم گربونت بدم. اینه خودت اونو فیمونی که زیره میشینم اونجا و جیستای علی گلابی میگیرم. اینه خودت شروع میکنم بی پرس کردم این کار بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه، این کار بکنه. اون وقت همه منو جوان شیر خانه صدا میکنند. بسیار خوب، پولا رو ببر بانک، به حسابم بذار، همراهش برید. خودم جمعشون کردم، خودم میذارم به حسابش. یا علی آهن هن زمانی بلهی کن. سلام جوانشیر خان. کچ کلاخان، جوانشیر اونجا سیخه وایسده. کجا هستی؟ پیدات نیست. میری دیگه پیدات نمیشه. با تو کاری ندارم. آها یا علی رویو زودت بانی بنده بجام. برای چی اومدی اینجا دختر؟ بانکی دیگه هست. خب مگه نه اینکه تو برای مردم خونه های ارزون قیمت میسازی؟ ناسلامتی، منم بی خونه مونم، اومدم یه خونه ازت بخرم، کارت بدیه. گوش کن ببین چی میگم دختر، با این کنجکاوی های بی موردت سعی نکن که از کارهای من سر در بیاری، به نفعت نیست. عوضش به نفع تو که هست. منظورم رو درست میفهمی یا نه؟ سر در نمیارم، چی میخوای بگی؟ راستش اینجا نمیتونم باهات حرف بزنم. امشب تو کابره منتظرت میشم و بعد اجرای برنامه هم یه مطلب مهمی رو بهت ثابت میکنم. منتظرتم.
سلام. برای چی منو اینجا کشوندی؟ برای ثابت کردن بعضی چیزا. مثلا؟ مثلا اینکه تو هیچ وقت نخواستی با من از در محبت وارد بشی. چجوری بگم؟ تو میتونی برای خیلی کارات از من بار بکشی. منظورمو که میفهمی. گوش کن دختر، من به این سادگی ها به کسی اعتماد نمی کنم. اعتماد؟ حالا اعتماد نشونت میدم. مگه یه زن چی داره؟ منظورتو نمیفهمم. حالا میفهمی. یه زن به جز محبتش مگه چیز دیگه ای هم داری؟ حاضرم برای اینکه حرفمو بهت ثابت کنم در وز خودمو در اختیارت بذارم. باور نمی کنی؟ زن حواس انگیزی هستی، به همین علت که همیشه ازت دوری میکنم. من این دوری رو از بین میبرم. چیت شد؟ دارم فکر میکنم کدوم احمقی تو رو وادار به این کار کرده. هیچ کس. من تو رو دوست دارم. تو خیلی احمق‌تر از اونی که بتونی منو رنگ کنی. تو یه حیوانی. تو دم همون چادرها پیاده میشن، همونجا که خونه های ارزون قیمت میرسن. آره. مواظب باش. چی شد؟ جایت که درد نکنه ها؟ نه طوری نشد. خدا رو شکر. خونه از کدوم برای بچه جون میخوای برسونمت خونه ها؟ من تو این شهر کسی رو ندارم. هیچکی تو این شهر نداری؟ چرا؟ بابام تو این شهر اسمش کچکلاخانه. کچکلاخانی؟ پدرت کچکلاخانی؟ آره، چند روز پیش اومد تل. من آدرسشو نمیدونم. ای من جوشو بلدم. تو جای بابای منو بلدی؟ آره. بابام بیا تا ببرمت پیشش. بلند شو. چه خوب شد. بیبریم بودر جیمی. این خانم جای بابامو بلده. بیا سوار شو، برو بالا. دور بزن. والا بعد اون شب به خودم یه کرور فوش داده بودم که دیگه دمپرت نیام. اما چه کنم، چشات با رگ و ریشه دلم آفتاب مهتاب بازی میکنه. نو سلامتی ما خاطر خاطم دیگه مگ نه؟ منو کشوندی اینجا که این مزخرفاتو برام سرهم بکنی؟ نه، میخوام یه نونی تو دومانت بذارم که تا عمر داری دعاگویی من باشی. مثل این که دیگه موندن من اینجا صلاح نیست. صبر کن. گوش کن دختر. گوش کن، بیگوش کن. همراه من بیا. بیا دیگه. تو حیاتو نگاه کن. خب که چی بشه؟ اون بچه پسر کچکلاخانه. پسر کچکلاخان؟ آره، اونو من تو خیابون پیداش کردم و برات سوغاتی آوردم. خب چه ارتباطی به من داره ها؟ الحق که خیلی زرنگی بابا. داری جلوی توپ چه ترقه در میکنی؟ چرا نمیخوای به زبونت بیاری که سرگردونی این بچه تو این شهر بالاخره اونو با کلانتری و پلیس روبرو میکنه؟ اون وقت اونو مسلمان از خیلی چیزا سر در میارن، مثلا از وجود یه حالو هاشمه دیگه مثل کچکلاخان. درسته؟ درسته. تو معطل چی هستی؟ حالا برو این بچه رو ورش دار و چهار چنگولی مواظبش باش که یه وقت کار دستت نده. یه چیز دیگه، این بچه گروهی خیلی خوبی هم میتونه برات باشه. یه وقت دیدی کچکلاخان به سرش زد که واسه گربه برخصونه. با وجود همه اینا بازم به عشق من نسبت به خودت شک داری؟ نه نه، حالا دیگه اندازه چشمام میتونم بهت اعتماد بکنم. من بعدم همه جا همراه من خواهی. گیمی فعلا موقع این کارا نیست. خودت جمع جور کن، باید رول بابای بچه رو بازی کنی. یا بابای بچه؟ آره آره. حسنی چیه؟ پسرم. بابا بیا تو بغلم. بابا جنا قربونت برم، دلم واسه تنگ شده بود بابا جون.
کی اومدی تهران پسرم؟ بلافاصله بعد از اینکه شما رفتی یه کامیون اومد، من سوار اون شدم و اومدم. جیمی چی کار داری میکنی؟ نگاه کن پیدا کردم جیمی. آن بابا اومده گلاخانه، گفتم بابامه. من لباسش رو عوض کرد. آروم باش جیمی، آروم. نه خود آروم باش جیمی، گفتم بابامه. بابامه دی بابام کرد گلاخان. آروم باش عجیبه، آروم باش جیمی. آروم نگاه کن، گفتم بابامه. نگاه کن سگه فهمیده که تو کج کلاخان نیستی. هر چیز زودتر باید سگه را از خودمون جدا کن. را بیافت حسنی، را بیافت فریم، را بیافت. بیا حسنی بودو. بریم بریم بیا. بریم سواشید، بریم سواشید. اینجا ببینم اینو بگیر و سگ و راحتش کن. من سگ و راحتش کن. سواشید زود باشید، زود باشید. اونا هاشش داره فرار میکنه. جناب جوانشی خالو کی میده؟ حدت بده. ای رخت آقای بی ارزه، تندتر برو. شور از پس یه سگم بر نیمدید؟ آخه کنم؟ آخه نداره، برید تنها هم بگذارید، میخوام استراحت کنم. برید بسن، بیا گلوی تر کن. مجده بزرگی برات دارم. هفته آینده همچین روزی من و تو دست در دست هم دیگه توی اروپا زندگی خوش و راحتی رو خواهیم گذارد. منو با خودت میبری اروپا؟ آره عزیزم، راستش ذوق زده شدم. و برای انجام مسافراتمون لازمش اینه که اول به یه طریقی کچکلاخان از بین ببریم. کچکلاخونه از بین ببریم؟ آره. منظور تو نمیفهمم. واقعیت اینه که وجود این سرپاسبان سمج میترسم آخرش کار دست من بده، به همین علت مجبورم بزنم به چاک. منتها اول بایستی این گاریچی احمقو از بین ببرم. البته برای این کار نقشه جالبیم طرح کردم. چه نقشه یعیزم؟ یعنی در اصل من میخوام مرتکب قتل خودم بشم. چجوری بگم؟ اگه من کچکلاخونه به اسم خودم بفرستم سرقت و در این ارتکاب جرم اونو هدف گلوله قرار بدم و بکشمش، اون وقت از نظر همه به خصوص پلیس جوانشیر به قتل رسیده. با اینطوری پرونده جوانشیر کاباردار و مدیر عامل شرکت سینو برای همیشه بستم. بعدش تو به اسم کچکلاخان و با شناسنامه اون فلنگو میبندی، درسته؟ آفرین. اما اگه کچکلاخان زیر بار حرفت نرفت و تن به دزدی نداد اون وقت چی؟ نه نه، اون مجبور برای نجات پسرش دستورات منو بیچونه چرا اطاعت بکنه عزیزم. تکلیف خونه هایی که به مردم قول دادیم چی میشه؟ کدوم خونه عزیزم؟ نه زمینی در کاره، نه خونه ای. بگذاری حالا ما باشه که یه خورده به خودمون برسیم. معذرت میخوام، امروز خیلی خسته. بله قربان، کچکلاخان اومده. چی دستور میفرمید؟ توی سالو منتظرم باشه، الان میام. چه خبر شده عیزه؟ مطلب مهمی نیست، همینجا باش به موقع صدات میکنم. چرتی نزن بابا، میخوام از گرما یخه تو پاره بکنم. سلام.
سلام سلام قربان. سلام سلام. من امروز روز خیلی خوبیه کچکولم. خب الحمدلله. گزارش کارتو دادم، کاملا رضایت بخش بوده. کار فروش خونه ها رو تعطیل کنید. و تو کچکل خان، از این لحظه به بعد به ماموریت تو خاتمه داده میشه. ما موفق شدیم بچه ها. تبریک مامان. کفتکاری مبارک. بذارین اول خونه ها رو بسازیم، تحویل مردم بدیم، بعد اون وقت دلار است بشین بگی مبارکی مبارکی. صرف نظر از بعضی از زرنگی ها، تو مرد ساده لوح و احمقی هستی کچکل خان. چطوری شده؟ دلیل حماقتت همین بس که تصور میکنی من برای این مردم از همه جا بیخبر خونه خواهم ساخت. خونه در کار نیست احمق خان. نه نه، چی دارم میشنفم؟ تو که قسم خوردی میخوای بانی خیر بشی. خدایا خدابنده، دارم دیوونه میشم دوم خورشتو ببینم یا قسم حضرت عباستو باور بکنم. راجب این قضیه بهتره دیگه صحبتی نکنیم. اما حالا برات پیشنهاد جالبی دارم. به به، چی فکر میکردم؟ چی شد؟ میدونی من با همه نبوغی که دارم گاهی موارد بد شانسی میارم. مثلا در مورد دستبرد زدن به گاوصندوق منزل جواهر فروشی معروف، اون شب من بد شانسی آوردم، در نتیجه سر و کله اون پلیس سمج پیدا شد، منو هدف قرار داد. اما حالا این ماموریتو به تو محول میکنم. تو باید سیم شب به اون خونه دستبرد بزنی و جواهراتو برام بیاری. یعنی میگی بدم دزدی؟ نه نه، ما تو شهر اسم این نوکارا رو میذاریم دستبرد. دوستی کلمه کوچکیه. به گور پدرت بیاد مار عینکی. حالا موقعش رسیده که حسابمو با عبدهن باطل کنی. زیاد با خوشونت باشم تا نمیش. حالا من مشتی جالبی برای تو دارم. بیاریدش. بیاریدش. گیر کرده. بس دیگه بیایم بچه رو ببریم. نه بیا مردم، اون به چی کار دارید؟ عدیه تو آزارش ندید. وقتی من دستور ندادم آزاری بهش نمیرسونم، مطمئن باش. حالا اگه به سلامتیش علاقه مندی سعی کن دستورات منو بیچونه چرا اطاعت کنی. راستی یه چیز دیگه نابود، برات خیلی جالبه که بدونی کی بچه رو در اختیار من گذاشته. بیا تو عزیزم. اما این چه شای بی صحابش، چه چیزا که نمیبینه. تو فکی؟ به من یا به خودت؟ بلش کنی بس که پاکی یادت رفته کی بودی و چی بودی. راستش دقیقه تو نیست، تقصیر این مرد نازنینه که یه گاری چیه بی سر برو آورده و آمش کرد. بلش کن، اون خواست فقط انتقامشو از من بگیره. این جسارتت هم ندیده میکرم. خب بالاخره نگفتی چه تصمیمی گرفتی آقای کتکل خان؟ راجب سرقت امشب میگم. من در اختیار تو. آفرین کچکلا خان، همین امشب دست به کار میشیم. معاونم توضیحات بیشتری بده. ببریدش. با بیافت بایستا یه دقیقه صبری بکن. فقط یه چیز بهت بگم جوان پیر، اگه یه موثر پسرم کم بشه مادرتو به عذاب قربان. اونه اونه چرا معطلی؟ را بیافت پیاده شو. از تیر باید بری بالا. چرا معطلی؟ کچکلا حسنی چشم براته، دیوونگی به سرت نزنه.
حساب کن. چمدون رو بدن. آره چی بهتر از این؟ اون زحمت منو کم کرد. بالاخره به سزای عملت رسیدی جوان شیر خان. این دفعه کشتم قربان. کتکلا خان کشته شد قربان. احمق، اون کتکلا خان نبود که مرد، اون جوان شیر بود، درسته؟ بله قربان. بله منظورتون رو فهمیدم، اون جوان شیر بود قربان. و با مرگ اون پرونده جوان شیر، کابارگر معروف و مدیر عامل شرکت سین برای همیشه بسته شد. ببخشید اسمتون؟ کریم معروف به کچکلا خان. همراه من بفرمایید، اونجا تو نمیشون بده. خب بچه بریم دیگه، رئیس سوار شو. نه، از نظر احتیاط تا پرواز کامل هواپیما باید اینجا بمونیم. بفرمایید. متشکرم. بشین عزیزم. ببخشید ساکتون رو لطف کنید. بهش احتیاج دارم، نمیتونم از خودم جورش کنم. مقررات هواپیماست. چه اشکالی داره عزیزم؟ بفرمایید. متشکرم. فقط مواظب باشین که با یه ساک دیگه عوض نشه خانم. خیالتون راحت باشه. ببخشید آقا کربیت، خدمتتونه. قبل از پرواز سیگار کشیدن قدر سلام. تو کی هستی؟ من بنده خدا هستم. چرا جا خوردی بابا؟ خیلی عجیبه ها، ما سی تا هستیم که شبیه همیم. من اون سومیه هستم. انگار کچکل خانه؟ آره خودمم. یه دیگه زود هرز ناقسیونال جایزتی که آقا رو توش بپردی. تو به ضرب گلوله نمرده بودی ها؟ کدوم گلوله؟ اینجا رو بهش تهرون میگن بابا. نه تنها موز و برنج روغنش تقلبیه، بعضی از وقتا گلوله هاشم تقلبیه. ببین عشق و عاشقی هاشی چرا نمیگی؟ منظورم همون عشق و علاقه ایست که ستاره خانم به کچکلا خندهشت. بابا چه عشقی و چه علاقه ای، چه قاشقی، چه ملاقه ای. ما اینجا چکار میکنی سرکار؟ با اجازه جناب علی برای استفاده از مرخصی میخوام برم سیاحت فرنگستان. مگه ما دل نداریم برر؟ ولی خیال کردی تو بیمیری، هر کجا بری دل به دل دنبالتم. حتما یکی بهمون خیانت کرده. آره درسته، حق با توی. ایداد ساکه پولا، ساکه پولا رو کش پولا خان بود. برو نظر ببری، برو دیگه. چی شده آقا؟ ساکم تو خانم، ساکم. من همین الان دادم بهتون، مگه شما نمیخواستی پیاده بشید؟ منم ساکم من؟ پاش بیا، پاش همراه من بیا، بیا. ای وای خانم جان، اسم دوتا از مسافره را از لیستتن خط بزنید. یکی کچ گلخان، یکیم رس گلخان. بچه رئیس برگشت. چی شده قربان؟ احمقا کچ گلخان زنده است. چطور ممکنه قربان؟ الانم پشت سر من داره میاد. شما بچه جلوشو بگیرید، تو با من بیا. باید بریم سر وقت بچه. اطاعت بجام، زود باش. بچه ها دستور رئیس احتران کنم. من جوان شیرم، من جوان شیرم، من جوان شیرم، جوان شیرم. نازنینه همگی بی حرکت، دستا بالا. چیکار میکنین؟ وایسین کنار تا قانون هست شما هم مداخله نکنین. شما آقای جوان شیر خان از این لحظه بعد توقیف هستی. بازی گرفتی سرکار، این جوان شیر نیست، این کچ کلاخانه. جوان شیر با ساک پولا فرار کرد. خیلی ببخشید مادمسه، شما هم ببخشید آقای کچ کلاخان، خیلی معذرت میخوام. شما آزاد قربانت. نوبتی هم باشه، نوبت شما گداگوشنهای پرقیچیست. الان یه رسمی این طول افتنی باید ببرم تن پاس کن. یلا بیفتین جلو، بیوب جلو، حرف زیادی نزن. یلا گدای چی گذاشتی ساک پوله رو ببری؟ اون سر باش عزیزم،
سعی کن از جان سیتون نخوری. من یک عمر زمین و زمان و فریب دادم، اما اقرار میکنم که تو منو آلت دست خودت قرار دادی. نه عزیزم، تو اشتباه میکنی. ساکت زنی که هرزه علیه من با پلیس توانی کردی و کچکولا رو از مرگ نجات دادی، بعدم ساک پولا رو تو دست اون انداختی. سزای این همه جنایت و گستاخیت مرگه. بگو کور خوندی اینجاست. اینه بدون که من همیشه 40 پله اتو زرنگ ترم. بیشین الان میام. با این دختری چی کار داری؟ نامرد، طرف حسابت من هستم. یالا ساک پولا رو بده به من. نه، این پولا امانته یه مش مردم بیخونمونه. اونا این پولا رو به امید صابخونه شدن به من دادن. اونا به کچ کلاخانه اعتماد کردن. نباید بدم تو بوف خود بری باش عیاشی بکنی. از تو جوانشیر خود نیستی؟ من تاج سرتم، جوانشیر بی خانمان اون ناکسه. برو برو گندوی خود بچی. ساکو بده من. این سرکار غلط کردین، من این پولا رو فقط تحویل پلیس میدم. تو بهتر خودتو معرفی کنی، اینجوری در مجازات تخفیف قائل میشن تو بمیری. اتفاقا همین تصمیمون دارم. ساکو بده من، میخوام برم کلانتری تحویل بدم. پس بیا جلو و بگیر تو خفه خون میگی. ساکو بده من. بای سکنن تو تره بگیری. ساکو بگیرش کرد کنا خان. بکنی ننت بری با این نشونی گیری. بایستم بالاخره من نفهمیدم از این دو نفر کدوم یکیشون بابای منم. بعدا میفهمی. حال ببریم. وای بابا دیگه گذاشتم بهش برسی. هول نزن، هول نزن. بایستم بایستم با پر بالا بیزر همین جگی خوب آمدی باری خدا بی حرکت دم بی حرکت دستتن بذارین رو سرتن برگردین رو به دیوار. یالا چشم جون بخورم اتلا کن. چشم چشم خواب مردک پاپیون بگردن عینک با چشم کلا بسر. بیا جلو ساک پولت ها از من بگیر. دی برو پولت بگیر جوان شیر خانه. من چرا برم؟ من کچ کلا خانم. تو که جوان شیری برو ساک تو بگیر. دروغ نگو، دروغ و دشمن خداست. سرکار بگو ادای من در نیاره. چرا ادای من در میاری؟ ناکس هم ایدادی بیداد مثل این که شیر تو شیر شد. ناکس همه کسو کارته. سرکار بو خدا من کچ کلا خانم. بالاخره من نفهمیدم کدامتن کچ کلا خان این کدام رس کلا خان. بجارم از دست زله میشم. دست دو ماه رفتی دو نفر آوردی اینجا. نمو تعمو میشکرسی نبی گناهو. قربان بندگی نمیشناسم هیچی. با چشم نمیدانه کدام یکی از این شیر پاک خورده ها پدر اینه. خب حالا بگو ببینم چجوری اینها رو دستگیرشون کردی. چش قربان از تلفن کوتاهی که ستاره خانوم ببنده کرد از وجود نفر دومی به نام کچکولا خان با اطلاع شده و پیرو به همین تلفن پی بردم که جوانشیر قصد از بین بردن کچکولا خان را دارد. لذا با تبانی بنده و این خانوم به وسیله فشنگ و غلابی کچکولا خان هدف قرار دادم. روز بعدم سر بزنگا جوانشیر با ساک پول توی فرودگاه گرفتم. دیگر حالا جوانشیر کدومه؟ کچکولا خان کدومه؟ درست میفرمایید قربان. بنده قبلا عرض کرده بودم که بازوی جوانشیر را بنده با تیر زدم.
یلا بلند شو لخ شو بینم یلا. بفرما من لخته میشم از کسیم باکی ندارم. بفرما منم بی باکم و لخته میشم. من شهرت بین المللی دارم. آنی که حسابش پاک از حساب دادن. بفرما تو بی خودی زیر نزن تو اصلا رو در راست دلت پیدا نمیشی. بنابر این زخم گلوله روی بازوی هر کدام اینها ثابت میکند که اون شخص جوانشیر است قربان. الان معلوم میکنم بلند شو یلا یلا بپر بینم. بدی من دستت بزن بالا. اینکه چپ دست توست آجان اونو بده اینجا میخواد این با ما کلک بزنه حقه باز. آقا زخم روی بازوی این نیست قربان، این کج کلاخان است. برو کنار تو بلند شو بینم. بده من دستت. اینم که چپ دست بی صحابه توست کلک باز حقه. اینم از اون یاد گرفته. زخم گلوله قربان روی بازوی اینم نیست. تو بیگناهی جان، برو بکاره. اینم کچکلاخان است قربان. این که شد دو تا کچکلاخان سرکار جان. درست، اینم کچکلاخان دی. مگه همچین چیزی ممکنه؟ بله قربان. آو ببین چطوری آبری چندین ساله ای منو به باد حبادت هیچی بیزنم. به اولیا و ابنیا قسم که من کج کلاخانم، این جوان شیر خفه خودید خفه. ساکت آقایون، شما هیچ نشونه علامتی از کج کلاخان ندارید خانم که بتونه در کشف حقیقت به ما کمکی بکنه. جیمی این چیه؟ ببخشید آقای رئیس، این سگ میتونه بهمون کمک کنه. درست متوجه نشدم خانم، شما چی گفتید؟ سگم بوی بابامو میشناسه. پیداست اینجا یه وضع غیر عادیه. بله قربان، حالا کجاش دیدی؟ تازه اول سربالاییه. ببین جیمی، الان سرنوشت و آینده پدرم دست توه. هیچ کس اونو نمیشناسه. برو جلو ببین پدرم کدوم یکیشونه. خب برو برو. جوانشیر خان، شما حرفی برای دفاع از خودتون ندارید به ما بزنید؟ من یک عمر تمام مردمو گول زدم و فریب دادم، اما امروز این حیوان زبون بسته مچ منو گرفت و جلوی همه رسوام کرد. آقای جوانشیر، پس از تکمیل پرونده تحویل دادسرا خواهید شد و شما آقای کچکلاخان بیگناهیتون مسلم شد. از این لحظه به بعد شما آزاد هستید. بابا جون لای شکر رو سفیده شدم. لباس همه بدین لطفاً. من بین لباس خودم بیشتری عشق میکنم. تو این لباس شکردم نیست. نون من تو گوشادیه لباسم، یعنی این پالتومه. این پالتو همه چیز منه. دستی شما درد نکنی رئیس. خب نگوله بالا غیرتن بگو ببینم اون زخم گلیگی به بازون زدم چی خرش کردی؟ نکنه نشونه نبید کاملا درست بود سرکار، اما جراحی پلاستیک معجزه میکنه. من با جراحی پلاستیک زخم گلولم از بین بردم. الحق و الانصاف که شیطان باید بیاد توی کلاس تو درس بخونه. من زندگیم مدیون این سگی وفادارم. بالاخره این باعث شد خودم به هویت خودم پی ببرم. یک قلمه گوشت لخم طلبش. خب آقای رئیس، ما دیگه آزاد شدیم نه؟ آره جونم آره. بفرما مردک کلا بسر اینک به چشم فکول کراوات بگردن. بفرما بفرما جان بفرما. خداحافظ کرد. نه نه یه دقیقه صبری بکن، حالا که تقیش در اومد بگو ببینم تو از کی بلده شدی که اینه خود من عرفی بزنی. همون وقتی که تو رو فرستادم اصفهان که خصوصیات منو یاد بگیری. منم سعی کردم از خودم یک کچکلاخان بسازم، چون حدس میزدم که ممکنه یه روزی مجبور بشم شخصیت واقعی خودم رو پنهون بکنم. یعنی در واقع من همه چیز از تو یاد گرفتم،
اما حقیقت رو نتونستم از تو یاد بگیرم. من با همه نبوغی که داشتم در برابر صداقت تو شکست خوردم. حالا دیگه پشیمانی چه سود؟ بفرما باید زودتر تحویلت بدم به دادسرا. بفرما جان، بفرما. ایشالله در پشیمان خانه خدا حفیظ از کلا خانه یعنی در زندان خدا حفیظ. این خدا هن دختری کجا رفته؟ بچه ها یارو با گاری اومده گافه. هر تو چه؟ بابا عکسشون آقا. آره خودم هم بیدوش جت کنه خود من الان برمیدن. خیلی کنار ببینم رده بشین کنار بایسته کنار باز که تو برگشتی مگه تو هنو که این شهر بچه آره اخوی چیدی تو تهرون جا گذاشته بودم اومدم ببینم جا گذاشتی؟ نکنه جنس منسه آره اتفاقا جنسشم اعلای اعلاست یعنی این چیزی که جا گذاشتی تو جیب من جا میگیره نه خیر تو بغل من جا میگیره ما اینجا چیز بغلی نداریم بیا پایی بی حیا خودی تو به اون را نزن این رخت لباسم از تنت در بیار به نظر من زده به سره بکش تو دوباره دست گل به آب ندادی برگرد برو ولایت خودت تو به درد این شهر نمیخوری میفهمی یا نه اتفاقا همین کارم میخوام بکنم اون تا تو هم باز همراه من بیای من باز چی باز اینکه میخوام آقا بالا سرت بشم با کیف و رو تقصیر خود منه که با هزار دوز و کلک جونت نجات دادم رد شو از باد بیاد وایس اینم جوجه واس چی موزم خانم شدی ها چش تو قور تو رو سلنا وقتی دو تا بزرگتر حرف میزنه یه کوچیکتر نمپره وسط مرکه یالا بزن بیا بیا مرکه چی نرد هر حالی اینم بی خودی سیتاره یالا را بیا بریم گفتم نمیام اگه تو حرف حساب سرت نمیشه حالا که به زبون خوش نمیاد به زور میبرم ببخشید آیه کچکولا خان کولاد افتاد سلام استوبر جان چه سلامی چه علیکی مرد تو اگه زن میخواستی میامدی خواهر زنانه بنده را میگرفتی با هم باجناق باشی نفهمیدم سرکار چطور شد میخوای لباست سو استفاده بکنی آره نه جان ببخشید اشتباه شد خدا با دادت برسی این زن نیست بلاست کچکولا خان کچکولا خان کچکولا خان کچکولا خان یارمه مشکلم و خوشگلم دلها گرفتارمه چشما تو درویش بکن کچکولا خان یارشه خوشگل مال منه الله نگه